بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام من و همه همکارانم رو از کربلای معلا، بهشت روی زمین، بین الحرمین آقا امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام در این شب گرامی، شب عرفه، پذیرا باشید. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حق موفق و پیروز و سربلند باشید و سر و حال و آماده تا با یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین عشق مهمون خونه شما عزیزان باشیم. همطور که مستحضرید، امشب از مناسبت‌های امشب علاوه بر اینکه شب عرفه هست و کربلای معلا از همکنون و بهتر بگم از امروز ظهر و تا به الان و تا فردا در حقیقت شاهد حضور جمع کثیری از شیعیان از اقصی نقاط جهان بوده، علاوه بر اینکه این مناسبت یکی از مناسبت‌های منحصر به فردی هستش که کربلا در اون بسیار خاص و پررنگ جلوه نمایی و نورافشانی میکنه، یکی دیگه از مناسبت‌هایی که امشب در حقیقت حائز اهمیت هست، شب شهادت سفیر آقا امام حسین علیه السلام مسلم بن عقیل هست و به همین مناسبت ما سیاه پوش این سفیر حسین هستیم، در حقیقت اولین شهید از شهدای کربلا که هرچند در روز عاشورا و در خود کربلا کنار آقا امام حسین علیه السلام حضور نداشته، ولی کن پیش قدم بوده و به فرمان امام زمانش در مسیر اطاعت امر او جان خودش رو تقدیم حضرت حق کرده و به مقام بلند و رفیع شهادت نائل شده. با این مقدمه و این روی کرد، از اونجایی که میبینیم یک چنین مناسبت هایی در این ایام مورد توجه هست، اجازه بفرمایید عرض سلامی داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی مؤیدی و انشالله بعد از اون میایم و میپردازیم به آنچه امشب رو از سایر شبها متمایز میکنه. حاجی مؤیدی سلام عرض میکنم خدمت شما و وقتتون بخیر. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و بینندگان عزیز و محترم. بنده هم شهادت آقا مسلم بن عقیل سفیر آقا سید الشهدا علیه السلام رو تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما هستم. خدا حفظتون بکنه. اجازه بفرمایید عرض ادبی بکنیم خدمت ارباب بی کفن آقا امام حسین علیه السلام و برادر با وفاشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و بعد از اون ان شاء الله وارد بحث بشیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين يا قمر العشيرة أيها العبد الصالح ورحمة الله وبركاته. دلم دیگر می‌لرزد.
هزار سایه همیشه رو سرم باشه، در آن ما شب جمعه حرم باشه. حسین جانا همینطوری به خودی خود کربلای معلا در همه زمانها و اعصار زبانزد خاص و عام بوده و همچون نگینی بر حلقه کره زمین می درخشیده و این مسئله ارتباط خاصی به زمان خود آقا امام حسین علیه السلام، یعنی در حقیقت محدود به زمان آقا امام حسین علیه السلام و بعد از اون نیست، محدود به این محدوده و زمان نیست. یعنی چی؟ یعنی از زمان خلقت آدم ابوالبشر زمین کربلا از قداست و اهمیت خاصی برخوردار بوده تا روز دهم محرم سال 61 هجری. در قرآن هم اونجایی که به حضرت موسی علیه السلام خدای عزوجل میفرماید که فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، اون وادی مقدس جای جز کربلا نیست. از این مطالب که بگذریم، هرچند گذشتن از یک چنین مفهوم و معنای بلندی واقعا امکان پذیر نیست، ولیکن روز عرفه و کربلا یک سری رو با هم دارن، یک اسراری در این دو وقتی که با هم همزمان و همگون و یک نواخت و در هم میتنن، یک اسراری رو با خودش حمل میکنه که هیچ کس جز خدای عزوجل اون رو نمیدونه. چه سر روز عرفه که خدای عزوجل قبل از نگاه به زوار خودش در مکه به زائرین آقا امام حسین علیه السلام در کربلا نگاه میکنه؟ من کنیدون. و اما با بحث برنامه سرزمین عشق در خدمت شما هستیم. روز عرفه و خواص و ویژگی های این روز که انشاءالله از زبان استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین حاجی معیدی خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد و به معلومات خودمون خواهیم افزود. حاجی معیدی در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعلى واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. همونطور که فرمودید شب بسیار با ارزشی است، مناسبت فردا بسیار ارزشمند است، شب و روز عرفه شبی است و مناسبتی است که زیارت خاصه آقا سید شهدا علیه السلام در این روز وارد شده. به گفته برخی از علما می‌فرمودند که قوی ترین سند زیارات آقا سید شهدا علیه السلام نسبت به زیارت روز عرفه هست. از لحاظ روایاتی که وارد شده به مناسبت روز عرفه و شب عرفه انسان زیارت کنه آقا سید شهدا علیه السلام رو، چندین روایت وارد شده. مرحوم ابن قلویه در کامل زیارات فقط نسبت به زیارت شب و روز عرفه 12 روایت رو ایشون نقل میکنه. علمای ما در کتابهای مختلف خود مثل مرحوم صدوق در من لا یحضر، در کتاب اعمالی مرحوم شیخ مفید در مزار کبیر، در کتاب مزار مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام یا مصباح المتهجد یا اعمالی خودشان، ابن فتال نیسابوری یا نیشابوری در روضة الواعظین، و تا برسد به مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بحار الانوار، ایشان هم نسبت به این امر مهم و زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام در شب و روز عرفه روایات فراوانی جمع فرمودند، نقل کردند. به مناسبت شب و روز عرفه و عیدین، عید فطر و عید قربان، 38 روایت به نظرم مرحوم مجلسی در بحار نقل فرمودند که به یکی از روایاتی که بسیار زیبا هم هست، من انشاءالله این روایت رو میخوانم، شوقی باشد و سببی باشد برای اشتیاق مردم به زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام، کسانی که موفق شدن امسال از نزدیک زیارت کنند و الا از دور هم زیارت به آقا سید الشهدا علیه السلام واصل میگردد. انشاءالله همت بفرمایند در سال آینده شب عرفه و روز عرفه هم کسانی که امسال موفق نشدند همتی داشته باشند که سال آینده و مناسبت‌های آینده به زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام بیایند. مرحوم ابن قلویه در کامل زیارات روایت رو از این قبیل نقل می‌فرماید، از بشیر دهان. چندین روایت از زبان بشیر دهان از آقا امام صادق علیه السلام نقل شده. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، روایت اول، حدیث اول از باب 70 در کتاب کامل زیارات، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما فاتني الحج، شاید حج از دست من برود، موفق نشم به حج، به خانه خدا مشرف بشم و مناسک حج را ادا کنم. فأت الحج ربما فاتني الحج فأعرف عند قبر الحسين، عرفه را نزد قبر آقا سید الشهدا علیه السلام آنجا هستم. فقال احسنت یا بشیر، حضرت فرمودن خوب کاری میکنی در عرفه در کنار قبر آقا سید الشهدا علیه السلام باشی. ایما مؤمن اتا قبر الحسین علیه السلام عارفا بحقه، سپس آقا امام صادق علیه السلام نسبت به اون زیارت، اینی که معروف هست با معرفت، نسبت به قبور اهل بیت خاصه آقا سید الشهدا علیه السلام انجام داده بشه، انسان اینو اتیان کنه به این کیفیت زیارت رو. حضرت فرموده اگر کسی با معرفت به زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام مشرف بشود، مطلق زیارت، بله، بدون معین کردن وقت خاصی، خداوند متعال برای او 20 حجه می نویسد. عارفا بحقه فی غیر یوم عیدن کتب الله له 20 حجه و 20 عمره مبرورات متقبلات و 20 غزوة مع نبی مرسل او امام عادل. هر کس به زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام بیاید، اما مناسبت عیدی نباشد، عید قربانی، عید فطری نباشد، به زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام بیاید در طول سال.
خداوند متعال برای او 20 ثواب 20 حجه و خداوند متعال برای او 20 حجه و 20 عمره می نویسد و 20 جنگی که با پیغمبر مرسل یا امام عادلی جنگیده و در رکاب اینان بوده. این ثواب و یا نوشته شده می شود برای کسی که زیارت کند امام حسین علیه السلام رو. سپس حضرت می فرماید اما برای کسی که در عیدین، عید فطر یا عید قربان بیاد زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام، خداوند متعال برای او 100 حج و عمره می نویسد. همون 20 تا میشه 100 تا. بشیر دهان اینجا سوال میکنه و الف عمر و کیف لی بمثل الموقف، عرضه میدارد یا ابن رسول الله آیا ثواب زیارت آقا امام حسین علیه السلام در مثل عید و عید فطر و عید قربان 100 حج و 100 عمره هست، در حالی که من موقف رو در حج خانه خدا ترک کردم، عرفات رو ترک کردم؟ آقا امام صادق علیه السلام قال فنظر الی شبه المغضب، همانند کسی که مثلا خشمگین هستن به من نگاهی کردن، با تندی نگاه کردن. ثم قال یا بشیر، که انا حالا حضرت میخوان یه چیزی بالاتر بگن، بشیر حواست باشه، اینه که گفتم چیز کمی بود نسبت به روز عرفه و نسبت به شب عرفه. حضرت میفرمایند که فقال لی یا بشیر، فقال یا بشیر ان المؤمن اذا اتى قبر الحسین علیه السلام یوم عرفه و اغتسل فی الفرات ثم توجه الیه کتب الله له بكل خطوه حجه بمناسکها ولا اعلمه الا قال و غزوه. خداوند متعال نه این که در آخر این زیارت براش 20 تا یا 100 تا بنویسه و تو زیاد بشماری این رو برای زیارت آقا سید الشهدا، نه، به ازای هر قدمی که در راه امام حسین علیه السلام ور می‌داری خداوند متعال یک حجه مقبوله می نویسد، عمره مقبوله می نویسد. بشیر دهان میگه اینجا من نمیدونم غزوه و جنگ رو فرمود امام صادق یا نفرمود ثواب جنگ در رکاب پیغمبر و در رکاب امام عادل. روایات در این زمینه بسیار هست نسبت به زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام، که خداوند متعال اگر کسی مشرف بشود به زیارت آقا امام حسین علیه السلام برای ایشان، هم قبل از آنی که اون روایتی که فرمودید، قبل از آنی که به حجاج خانه خودش در عرفات نگاه بکند و گناهان ایشان را ببخشد، به زائرین آقا سید الشهدا علیه السلام نگاه میکند و اول نظر خداوند روز عرفه به ایشان هست، به زوار آقا سید الشهدا، و خطاب می آید استأنف العمل فإنه قد غفر لكم، تمام گناهانتون خداوند متعال بخشیده، از نو این صحیفه اعمالتون هیچ مشکلی ندارد، پاک و پاکیزه سفید، حالا مشغول بشید دوباره اعمال رو بنویسید، اعمال خوب رو بنویسید، گناهانتون بخشیده می شود از نو، که ان روزی که مادر شما رو زاییده صحیفه اعمال شما و نامه اعمال شما پاک است، گناهی در آن نوشته نشده، مجدد شروع کنید به اعمال خودتون. اشاره به اون عظمت زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام هست. یک روایت هست، من این رو تلاوت کنم و بخوانم، نسبت به آقا سید الشهدا علیه السلام و چگونه اثر دارد زیارت آقا سلام الله علیه، که تمام فضیلت و منقبت زیارت حضرت رو برای ما اهل بیت، اونی که گرفته میشه از روایات، بر ما بیان نکردن. یک ترسی داشتن اهل بیت، اون ترسش این بوده، در روایتی هست آقا امام صادق علیه السلام، رفاعه نقل میکنه، رفاعه نحاس نقل میکند، رفاعه نخاس نقل میکنه، قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال لی یا رفاعه اما حججت العام، امسال حج مشرف نشدی؟ قال قلت جعلت فداک ما کان عندی ما احج به ولکننی عرفت عند قبر الحسین علیه السلام، انقدر توشه و زاد و مال و مکنت نداشتم تا بتونم برم عرفه در حج، در اون سرزمین وحی معروف، برم اونجا با حاجیان زیارت خانه خدا و ادای مناسک حج بکنم، اما آمدم به قبر آقا سید الشهدا علیه السلام و عرفه را نزد حضرت بودم. من دیشب نسبت به کلمات آقا امام صادق علیه السلام نسبت به عید غدیر و مناسبت غدیر بیان کردیم، یکی از اموری که باز آقا امام صادق علیه السلام بسیار روایت فرمودند،
فضیلت های آقا سید الشهدا علیه السلام در زمان آقا امام صادق علیه السلام بیش از دیگر زمانها نشر شد، از جمله که انه این میدونستن من فضیلت رو دارم اگر مشرف نشم به مکه و به حج خانه خدا، که انه میدونستن میان خانه میان کربلا زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام و اونجا عرفه رو میگیرن. فقال لی یا رفاعه ما قصرت عما کان اهل منا فیه لولا، میفرماند که رفاعه تو چیزی کمی از اهل منا و کسانی که در منا و عرفه و مزدلفه و تمام این مناسک حجشون رو در مکه و مناسک حج انجام دادن، شما چیزی از اینا کم نداشتید، عیناً در کربلا خداوند متعال برای تو نوشته. اما رفاعه اگر من ترس این رو نداشتم که در فضیلت آقا سید الشهدا علیه السلام سخنی بگویم که مردم ترک کنن زیارت خانه خدا رو، میگفتم. یک مانعی بود که مبادا مردم از بس فضیلت دارد زیارت آقا سید الشهدا و قبر و بارگاه حضرت فضیلت دارد، مردم دیگه کسی رغبت نکنه بره برای زیارت حج. این ترس و وائمه رو اهل بیت داشتن که مبادا مردم ترک کنن، لذا اون چیزی که بر ما روشنه تمام فضیلت رو اهل بیت نگفتن. حالا این چیزی که ذکر شده باز بعضی بر نمیتابن، میگن چقدر خداوند متعال مگه میخواد به امام حسین فضیلت بده، به زیارتش فضیلت بده، به هر قدمی که در راه سید الشهدا علیه السلام برداشته میشه خداوند متعال چقدر ثواب و اجر میدهد. حضرت فرمودند لولا انی اکره ان یدع الناس الحج لحدثتك بحدیث لا تدع زیارت قبر الحسین علیه السلام ابدا، یک سخنی میگفتم که دیگر تو ابدا تا عمر داری ترک زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام رو نمیکردی. ثم نکت الارض و سکت طویلا، نگاهی به زمین انداختن مدتی ساکت شدن سخنی نفرمودن حضرت. ثم قال اخبرني ابي قال من خرج الى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه غير مستكبر صاحبه الف ملك عن يمينه والف ملك عن شماله وكتب له الف حجه والف عمره مع نبي او وصي نبي، كسي كبر بخانه بزياره سيد الشهداء عليه السلام در حالی که تکبر نداره، معرفت داره نسبت به آقا سید الشهدا و فضیلت زیارت حضرت رو، مقام و جایگاه حضرت رو بداند، خداوند متعال هزار ملک رو مشایعت میفرسته سمت راست او، هزار تا ملک سمت چپ او تا برسد به کربلا به ازای هر قدمی که ور میدارد فلان ثواب و نتیجتا هزار حج و عمره برای او می نویسد. این فضیلت آقا سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه و شب عرفه شاید یکی از وجوهی که برای سید الشهدا علیه السلام اینقدر خداوند متعال ثواب گذاشته، شاید چندین وجه علما فرمودند آقا سید الشهدا عرشی داشتند دادند در راه خدا، لذا خداوند متعال غیر از الوهیت خود و خدایی خود هر چه می‌خواست آقا حسین علیه السلام خود خدا به عنایت فرمودند، هر آن چیزی که خدا داشتن غیر از مقام ربوبیت و الهیت به آقا سید الشهدا علیه السلام عنایت فرمودند. یکی از درهای بهشت به نام باب الحسین هست، اهل زوار آقا سید الشهدا علیه السلام آنقدر جایگاه دارند که نزد خداوند متعال روز قیامت یکی از کسانی هستند که مقام شفاعت رو دارند. در خود زیارت عرفه هم هست که کسی که زیارت امام حسین علیه السلام مشرف بشه روز قیامت مشفع است، هم خودش شفاعت شده است، هم میتونه برای دیگران شفاعت کنه. شاید از جمله سخنانی که گفته میشود در مقام زیارت آقا در روز عرفه که آقا سید الشهدا علیه السلام رو منع کردن از عرفه مکه، خداوند متعال فرمودند حرمت حج و حرمت خانه من رو نگه داشتی، چون در کلمات آقا سید الشهدا علیه السلام هست که من از اینجا میرم مبادا خون من رو در این مکان مقدس بریزند و حرمت این مکان رو نگه ندارند. خطاب آمد، امر آمد که ولو کان متعلقا به استار الکعبه، حسین ابن علی رو باید بکشید، حتی اگر چنگ زده بود به پرده خانه خدا، اما فرمان قتل سید الشهدا آمده بود. شاید از این جهت باشد که آقا سید الشهدا علیه السلام حرمت حج و مراسم حج رو نگه داشتند، خارج شدن مبادا این فریضه و این مناسک عظیم الهی به هم بخورد یا مثلا خدشه ای وارد بشود. خداوند متعال در مقابل می فرماید که حالا که این گونه عمل کردی
من تمام عرفه رو میارم کربلا، تمام اجر و پاداش عرفه رو میدم اول به زوار قبر تو یا حسین ابن علی. این جایگاه زوار آقا امام حسین علیه السلام در روز عرفه و شب عرفه. دوستان فراوانی التماس دعا گفتن، ما هم انشاءالله هم امشب مشرف میشیم مجدداً به زیارت آقا سید الشهدا و در روز عرفه دوستان و مؤمنین و مؤمنات رو انشاءالله از دعا و زیارت در این روز با فضیلت فراموش نمی کنیم انشاءالله. انشاءالله حقیقتاً همطور که فرمودید و واقعاً اگر آقای امام حسین علیه السلام نبود، اگر حرکت عظیم آقای امام حسین علیه السلام نبود، دیگر چه میماند از اسلام و حج و زیارت و عرفه و مناسک حج و غیره؟ و واقعا احیا کننده دین آقا رسول الله، همونطور که آقا رسول الله میفرمایند که حسین منی و انا من حسین، دقیقا تفسیر این جمله دوم انا من حسین در خون آقای امام حسین علیه السلام تداعی میشه و اینطوری دیده میشه که آقای امام حسین علیه السلام با تمام وجود از دین جدشون، از اسلام ناب محمدی دفاع کردن تا این اسلام به دست ما برسه. من هیچگاه فراموش نمی کنم صحبت شما در شب شهادت آقای امام محمد باقر علیه السلام رو که فرمودید مردم تازه در زمان آقای امام محمد باقر علیه السلام شروع کردن به یاد گرفتن مناسک حج و یاد گرفتن برخی از در حقیقت قسمت عمده ای از اعمال دین و احکام دین. خب این تازه بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام، بعد از خونفشانی و جانفشانی آقای امام حسین علیه السلام، تازه مردم به این مرحله رسیدن که در زمان آقای امام محمد باقر آمادگی این رو دارن که درس و دین رو از آقا بگیرن. اگر آقای امام حسین علیه السلام این جانفشانی رو نکرده بودند، اگر جان مبارک خودشون رو فدا نکرده بودند در راه اسلام، که علی الاسلام و السلام، هیچ کس هیچ گاه به دنبال اسلام نبود، هیچ کس هیچ گاه به دنبال یادگیری نبود و واقعا ارزش آقای امام حسین علیه السلام و ارزش عمل ایشون، همونطور که آقای امام صادق هم فرمودند که کسی فکر نکنه 20 حج و 20 عمره چیز زیادی هست، هرچه بیش از این گفته بشود باز هم در مقابل مقام آقای امام حسین علیه السلام چیزی نیست، چون ایشون نگهدارنده و حافظ دین مبین اسلام هستند. اگر عزیزم بین فرمایشتون، اگر آقا سید الشهدا و اون قیامشان و اون ماجرایی که در کربلا اتفاق نمی افتاد انجام نمیدادند و به این مسیر حرکت نمیکردند، ما الان عرفاتی نداشتیم، هیچی نداشتیم، الان حجی نداشتیم، الان نماز و روزه ای نداشتیم. لذا تمام مناسک اسلامی از جمله حج مدیون آقا سید الشهدا علیه السلام است، مدیون آن قطره های شیرخواره آقا ابی عبدالله علیه السلام است که در روز عاشورا دریغ نکرد امام حسین علیه السلام، اعطى الذي ملكت يداه الهه حتى الجنين فداه كل جنينه. آقا سید الشهدا علیه السلام هر چه داشت داد، حتی از آن شیرخواره، حتی اینم تقدیم کرد در طبقه اخلاص، یا رب ان كنت ترضى فخذ حتى ترضى، اگر راضی میشی اینم بگیر، به شرط اینکه دین پیغمبر بماند. مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام و آقا سید الشهدا و امام حسن مجتبی و صدیقه کبرا این یادی از این دین باشه، اساره تمام خلقت باید بمانه، آن هم منوط به اینکه امام حسین علیه السلام در کربلا به این کیفیت شهید بشه. احسنت حاجا، واقعا بس و کلام در فضائل آقای امام حسین علیه السلام و اهمیت رفتار آقای امام حسین علیه السلام مسئله کوچکی نیست و نیاز به ساعت‌ها، روزها و حتی سال‌ها صحبت داره. میان برنامه رو دوستان در اتاق فرمان آماده کردن، با اجازه شما میان برنامه رو ببینیم و بعدش بیایم راجع به اهمیت شهدایی که در مسیر آقای امام حسین علیه السلام همچون مسلم بن عقیل جان خودشون رو فدا کردن، ان شاءالله در راجع به این بزرگواران هم مختصری ان شاءالله با بینندگان صحبت بکنیم. پس با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد میان برنامه رو با هم میبینیم و مجددا خدمتتون برمیگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
السلام برم، نمیخوام زیاد صحبت بکنم، همین قبه و مناره های آقای امام حسین علیه السلام اگر شب و روز آدم نگاه بکنه و اشک بریزه و دل بده با آقای امام حسین علیه السلام سیر نمیشه. چه کرده حسین با دلها؟ این حسین کیست که جانها همه پروانه اوست؟ این حسین واقعا همه رو دیوانه کرده. الحمدلله که عاشق و موالی آقای امام حسین علیه السلام هستیم. حاجی معدی، من بیش از این صحبت نمی کنم، می دونم که مطلب بسیار داریم در این رابطه قدیر و در رابطه با عرفه و سایر مطالب، و انشالله استفاده بکنیم از فواید تزاد. در خدمت هستیم. عرض به خدمتون که چون شب شهادت آقا مسلم بن عقیل سفیر آقا سید شهدا علیه السلام هست، یکی چند دقیقه‌ای که فرصت به ما اجازه میدهد هم راجع این شخصیت سخن بگوییم، و بی مناسبت هم نیست با ماجرای غدیر، چون ما در اسم برنامه به نام همونطور که فرموده بودید سابقا امیر غدیر هست، نوعا ربط میدهیم هر شب رو به مناسبت با مظلومیت آقا سید شهدا، مظلومیت آقا امیرالمومنین علیه السلام و ماجرای غدیر. مسلم بن عقیل علیه السلام اولین سفیر آقا سید شهدا علیه السلام هستند که آمدند به کوفه، و از کوفه هم ماجرای معروف. چند تا سفیر داشتن سید شهدا علیه السلام، سلیمان بن رزین بوده، قیس بن مسهر صیداوی بوده، چندین نفر از سفران و فرستادگان داشتن که سرور این سفرا حضرت مسلم بن عقیل که داماد آقا امیرالمومنین علیه السلام و پسر عم سید شهدا علیه السلام هست، پسر عقیل عموی آقا سید شهدا. یه روز آقا امیرالمومنین علیه السلام در شخصیت مسلم میخوام عرض کنم، یه روز آقا امیرالمومنین به پیغمبر عرضه داشتن یا رسول الله اتحب عقیلن، عقیل رو دوست داری؟ برادرم عقیل رو دوست دارید؟ آقا پیغمبر اکرم فرمودن که بله، به دو محبت و دوستی به دو طریق ایشان رو دوست دارم، یک حبن له، یک اینکه خودم عقیل رو دوست دارم، و دوم حبن لأبی طالب له، چون ابو طالب عقیل رو بسیار دوست داشت، من به دو گونه و به دو طریق عقیل رو دوست دارم. و ان له ولدا ينصر ولدك في كربلا يقتل، قریب به کلام آقا سید شهدا علیه السلام، و فرزندی دارد خواهد داشت عقیل، به نام حضرت نفرمودن مسلم، اما خب مسلم است، فرزندی خواهد داشت که این فرزند عقیل در راه نصرت پسرت حسین علیه السلام شهید می شد. فتدمع له عیون المؤمنین، دیده های مؤمنین در مصیبت این مسلم ابن عقیل گریه و گریان خواهد بود، و همینطور هم شد. الان مراسم مسلمیه‌ای که معروف هست در شاه عبدالعظیم شهر ری تهران معروف، در جای جای دنیا مردم برای آقا مسلم ابن عقیل علیه السلام مراسم میگیرن، یادبود میگیرن، یک روز رو در ایام ماه محرم و شبهای محرم برای مظلومیت مسلم ابن عقیل رو منعقد میکنن و اون رو مخصوص حضرت مسلم میکنن و برای مظلومیت ایشان گریه میکنن. سپس پیغمبر فرمودند نسبت به مظلومیت اهل بیتش، بعد از ما تلقا اهل بیتی من بعدی، گریه کردن پیغمبر، حتی سینه حضرت خیس شد از کثرت و از زیادی گریه که اهل بیت من از امت من چه خواهند دید بعد از پیغمبر. این راجع به شخصیت حضرت مسلم. خب حالا ربطش میخوایم بدیم با مناسبت غدیر، یک مناسبتی میخوایم بدیم. اولا آقا مسلم ابن عقیل علیه السلام دست از بیعتی که با آقا سید الشهدا علیه السلام کرده بود بر نداشت. وقتی حضرت فرستادن مسلم ابن عقیل رو به سمت کوفه، حالا وقت چون خیلی نیست من خیلی گذرا رد میشم، یک چیزی در تاریخ ظلم کردن به حضرت مسلم، میگن حضرت مسلم در بین راه نامه فرستاد به آقا سید الشهدا علیه السلام و گفت منو معذور بدار، برگردم از این راهی که منو فرستادی. مقام حضرت مسلم اجل و بالاتر از اینه که از مأموریتی که آقا سید الشهدا علیه السلام به مسلم داده سر باز بزنه، اجل از این است. پسر عم سید الشهدا است،
داماد امیرالمؤمنین سفیر خاص سید شاه فرمودن که ثقتی و خاصتی من اهل بیتی، اخی و ابن عمی و ثقتی و خاصتی من اهل بیتی، کسی رو دارم برای شما اهل کوفه میفرستم که برادر منه، کسی رو برای شما میفرستم که مورد اعتماد منه، از اهل بیت من، این شخص با این مقام بیاد در بین راه سر باز بزند از اون مأموریتی که آقا سید الشهدا علیه السلام زده بهشون فرموده، این بسیار سنگینه و این صحت نداره. در تاریخ یکی از ظلمایی که به مسلم شده اینه. آمد به کوفه، حضرت مسلم علیه السلام آمد به کوفه و آن ماجرایی که 18,000 کتاب برای آقا سید الشهدا علیه السلام گرفت، همه اسمشون، رسمشون، فامیلیشون از چه قبیله و تماما بیعت کردن با مسلم، 18,000 نفر یا بیشتر با مسلم عقیل بیعت کردن، یعنی با نماینده آقا سید الشهدا بیعت کردن. اما مثل دیشب یا امشبی مسلم عقیل تنها و بدون یار و یاور در کوچه های کوفه قدم میزند. شما فرمودید 18,000 کتاب، منظور از 18,000 کتاب 18,000 نامه هست. 18,000 نامه که برخی، بله احسنتون، خوب یادآوری فرمودید، که برخی میگن که 18,000 کتاب بوده، در هر کتاب چندین نام بوده، لذا کسانی که با آقا امام حسین علیه السلام بیعت کردن به واسطه حضرت مسلم، اینا بیش از 18,000 نفر بودن که این نامه ها هم با امام حسین علیه السلام بوده. حالا ماجراش مفصله، در بین راه حضرت به هر نشان دادن، به افراد دیگه نشان دادن، تمام این نامه ها رو نشون گفتن، اینا منو دعوت کردن، اینا کسانی بودن که گفتن حسین ابن علی به سوی کوفه بیا، من دارم میرم کوفه چون منو دعوت کردن، من بی دعوت نمیرم جایی، اینا از من خواستن که بیا اینجا، همه منتظر تو هستن، اینجا بیا حکومت، اینجا بیا امامت کن، اینجا همه مشتاق فرمایشات شما هستن، من دارم میرم اونجا، مردم منو دعوت کردن، دارم میرم به سمت کوفه. 18,000 نفر با یا بیشتر با حضرت مسلم بیعت کردن، اما در مثل همچه شبی یا دیشب یا خلاصه این روزها یکه و تنها مفردن حضرت مسلم در کوچه های کوفه قدم میزند. الله، همانند مظلومیت امیر المؤمنین علی علیه السلام. 12,000، 30,000، 70,000، 100، 120,000 نفر با امیر المؤمنین علیه السلام بیعت کردند در روز غدیر. در روز غدیر، اما روزی رسید که همه نقض پیمان کردند. در اون روایت که دیشب عرض کردم، گفتم امام صادق علیه السلام فرمودند که امیر المؤمنین علیه السلام از اون 12,000 نفر که باش بیعت کردن، از مردم، از مردها، دو نفرم نداشت، یه نفرم نداشت باید شهادت بده. الله. حضرت مسلم یک نفرم براش نماند، یه هانی بود که هانی رو گرفتن شهید کردن. تنها آمد به خانه طوعه، اون زن مؤمنه، اون زنی که بسیار نمیدونم در کوفه هیچ کسی ایمان نداشت، هیچ کسی وفا نداشت، توعه نقل کردن با مسلم بیعت کرده باشه، اما پناه داد به مسلم عقیل. این زن با وفا و با ایمان پناه داد به مسلم عقیل، ماند در خانه تا ماجرای شب. سربازا حمله کردن در فجر، در صبحگاه، در بعد از نماز صبح حمله کردن تا حضرت مسلم به چه کیفیتی گرفتن، خیانت کردن، حضرت رو دستگیر کردن، بردن به سمت قصر الاماره و مجلس ابن زیاد. حالا که دارن میبرن، مسلم ابن عقیل یک غلامی داشته، عبید الله ابن زیاد، وقتی دید مسلم سلام نکرد بر عبید الله، گفت که الا تسلم علی الامیر، به امیرت سلام نمی کنی؟ امیر توست، باید سلام کنی. اگر کسی رو دست بسته بگیرن، بیان نزد یک کسی که تمام قدرت رو داره، ظالمی، حالا شاید ازش ببخشه، شاید اینو از کشتن این صرف نظر بکنه، آیا این نمیاد مثلا یک اظهار محبتی بکند یا مثلا کرنشی بکند در مقابل ایشان؟ حضرت مسلم فرمود ویحک ما هو لی به امیر، امیر من ابن زیاد نیست، امیر من امیر المؤمنین است. اون معرفتی که باید نسبت به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشه، مسلم عقیل سفیر خاص آقا سید الشهدا علیه السلام دارد. این هم مختصری از ماجرا و اون صحبتی که اونجا بین عبید الله ابن زیاد و حضرت مسلم شد. فراوانه، حالا فرصت نیست، باز اونجا جسارت کرد به مسلم، گفت که آمدی کوفه
در حالی که مردم مجتمع بودند، مردم متفرق نبودند، آمدی همه اینا رو تفرقه کردی، بین مردم فتنه کردی، مردم متشتت شدند، جسارت کرد به امیرالمومنین، به آقا سید الشهدا علیه السلام تا رسید به شهادت آقا مصعب بن عقیل سلام الله علیه. آقا چه زیبا ارتباط برقرار کرد بین بیعت مردم با مسلم ابن عقیل و بیعت مردم با آقا امیرالمومنین علیه السلام در روز قدیر. چه زیبا ارتباط برقرار کردید بین بیعت شکنی مردم کوفه با مسلم ابن عقیل و بیعت شکنی مردم با آقا امیرالمومنین علیه السلام، و تکمیل بکنیم این مظلومیت رو، مظلومیت مسلم ابن عقیل رو که با شهادت ایشون به پایان میرسه، و مظلومیت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که در پس از اون بیعت شکنی در حقیقت سر به چاه فرو می بردند و درد دل با چاه می کردند از زور بی کسی، بی کسی که در حقیقت نه بی کسی مطلقی که یعنی هیچ کسی رو نداره، نه، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خودش کس بی کسان هست، خودش یاور بی یاوران هست و خدای عزوجل پشت و پناهش هست، ولی که از اون مردم بد اخلاق، بد رفتار، چی بگم، یعنی راجع به این مردمی که عهد و پیمان خودشون رو با امامشون فراموش میکنن، آقا امیرالمومنین دلشون به تنگ میومد و سر به چاه فرو میبردن و اونجا درد دل میکردن. پناه بر خدا که چه مظلومیتی رو داشتن اهل بیت عصمت و طهارت و تحمل کردن تا برسونن این دین مبین رو به دست ما. و اما راجع به بحث قدیر، اگر بحثمون از حضرت مسلم بن عقیل منتقل میشه به بحث قدیر استفاده میکنیم، باز هم از فرماشت از داریم. خواهش میکنم. ما چون سیره اهل بیت علیه السلام و ماجرای قدیر رو در چند شب حالا دنباله میکنیم، امشب چون شب زیارتی آقا سید شهدا علیه السلام هست، من مناسبت میدانم با اینکه وقت بسیار تنگه، اما مختصری نسبت به اون احتجاجات، اون فرمایشاتی که آقا سید شهدا علیه السلام نسبت به ماجرای غدیر داشتن هم امشب اشاره‌ای داشته باشم که آقا سید شهدا علیه السلام نسبت به مظلومیت امیرالمومنین و این امر مهم که مردم سر باز زدن از بیعت آقا امیرالمومنین علیه السلام در اون روز بیادماندنی، یک مواقفی و یک حوادثی رو نقل کنم تا برسد به ماجرای کربلا. اولا آقا سید شهدا علیه السلام در ماجرای غدیر بودند، همون گونه که حضرت زهرا بودند، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بودند، آقا سید شهدا هم در غدیر و روز غدیر با پیغمبر و با امیرالمومنین علیه السلام شرکت کردند و حاضر در اون مکان بودند. چندین مکان داریم که حضرت با غاصبین حق آقا امیرالمومنین اینا احتجاج کردند. آقا امام حسین احتجاج، آقا امام حسین علیه السلام احتجاج فرمودند. در زمان دومی آمد آقا سید شهدا علیه السلام، بعد از آنی که بر منبر نشسته بود، بر منبر پیغمبر اکرم تکیه زده بود و مشغول صحبت و گفتگوی با مردم، آقا سید شهدا علیه السلام از پایین تشرفتند و نهیش کردند که این منبر رسول خداست، تو اهلیت این رو نداری که بر منبر رسول خدا تکیه بزنی. جر و بحثی بین آقا سید شهدا علیه السلام و آقا بین سید شهدا علیه السلام و دومی اتفاق میفته تا میاد پایین به خانه امیرالمومنین علیه السلام میره، میگه که این گونه پسراتو تأدیب میکنی، این گونه تربیت میکنی که با سلاطین، خودش میگه با سلاطین و پادشاهان گلاویز میشن، اشکال میگیرن، خورده میگیرن. آقا امیرالمومنین علیه السلام بعد از اون که امام حسن مجتبی هم در محضر پدر اشکال و خورده گرفتن در دومی در خانه امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اینان تربیت شده رسول خدا هستند، اگر مخالفتی با تربیت و کیفیت تربیت رسول خدا داری، این گویا این میدان تو داری اشکال میگیری به پیغمبر و رسول خدا، اما اینا تربیت شده های رسول خدا هستن، لذا اگر مخالفتی داری اشکالت با پیغمبره نه با اینا. تا ماجرا بسیار مفصله. در آن صحبتی که آقا سید شهدا علیه السلام با دومی در مسجد داشتن، مسجد مدینه، مسجد پیغمبر داشتن، میفرمایند تو نااهل هستی و اهلیت و قابلیت و لیاقت این رو نداری که بر مسند پیغمبر و بر منبر پیغمبر تکیه بزنی. چرا؟ چون نقض پیمان کردی در غدیر، و کسی که نقض پیمان بکند بعد از آنی که خداوند متعال از او پیمان و عهد گرفته، پیمان سخت گرفته،
این از دین خارج شده است. کسی که از دین خارج شده نمیتونه بر مسند خلافت رسول خدا تکیه بزند. این یک جا. از جمله آقا سید شهدا علیه السلام باز به ماجرای غدیر در منا اشاره میفرمایند، به مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام. خطبه ایست بسیار شیوا، کلماتی است بسیار ارزشمند از آقا امام حسین علیه السلام در منا، که روایت رو بزرگان ما نقل کردن. فلما کان قبل موت معاویه، به سنه یک سال قبل از مرگ معاویه، آقا امام حسین علیه السلام آمدن سرزمین منا، پیغام فرستادن به اصحاب پیغمبر، به تابعین، کسانی که دارای نفوذی بودند، دارای رأیی بودند در جامعه، اینا رو گرفتن، سرشناسان جامعه رو دعوت کردن که جمع بشن در جایی در منا براشون خطبه ایراد کنن. روایت هست که 200 نفر از صحابه پیغمبر، 700 نفر از تابعین، اینا جمع شدن، حالا به اضافه تمام مردم. حالا در اونجا آقا امام حسین علیه السلام ذکر مناقب و فضائل پدرش رو می‌فرمایند، از جمله یادآوری ماجرای غدیر. بسیار مفصله چون وقت نیست، من 13 دقیقه تا پایان من کم می‌کنم، حالا یه مختصری رو می‌خونم نسبت به فرمایشات آقا سید شهدا علیه السلام و این خطبه مهم حقیقتاً که حضرت فرمودند فقام فیهم الحسین علیه السلام خطیبا فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اما بعد. بلند شد آقا سید شهدا علیه السلام در بین اون مردم خاص، اون جمعیتی که سرشناس بودن، بعد از آنی که حمد سپاس خداوند متعال فرمودند، فقام خطیبا فیهم ثم قال اما بعد فان هذا الطاغیه قد فعل بنا و بشیعتنا ما قد رأیتم و علمتم و شهدتم. معاویه و این گستاخ و کسی که غاصب حق امیرالمومنین علیه السلام هست و ستمکار، این شخص آن چیزی را به شیعیان ما و به ما انجام داد که بر کسی مخفی نیست. همه دیدید و شنیدید چگونه با ما اهل بیت، چگونه با شیعیان پدرم امیرالمومنین علیه السلام معامله کرد. خیلی حالا ماجرا اینجا زیاده، اگه میخوام بیان کنم خیلی فراوانه. یکی رو از باب مثال میگم که مردم خالی ذهن نباشن. اون بیننده‌ای که داره میبینه میگه مگه چیکار کرد معاویه؟ یه روز معاویه در حج به آقا امام حسین علیه السلام گفت که از باب استهزاء، نگاه کنید چه انسانی و چگونه با ولی خدا و با فرزند رسول خدا سخن میگوید. بعد از آنی که حجر یا حجر ابن عدی رو کشت و به شهادت رسان خودش رو و پسرشان و 11 نفر از اصحاب و انصارش رو، به آقا امام حسین علیه السلام میگه که هل بلغ کما صنعنا بحجر و اصحابه، آیا به گوشت رسید که ما با حجر چیکار کردیم؟ میخواد زهر چشم، میخواد زهر چشم، میخواد حالا از باب استهزاء کم به شما راضی بشه. ما این گونه با اصحاب پدرت، با یاران پدرت این گونه عمل کردیم. الله حضرت فرمودن و ما عملتم، چیکار کردید؟ بدون شهید کردن. گفت که قتلناهم ثم کفناهم ثم صلینا علیهم و دفناهم. حجر رو کشتیم، سپس روش نماز خوندیم، کفن و دفنش کردیم و خاک سپردیم. از با مسخره، مسخره کردن مقام حجر، یار پیغمبر. آقا امیر، آقا سید شهدا علیه السلام فرمودند، اینجا نگاه کنید، کسی که این گونه عمل می کند با یار امیرالمؤمنین، با مؤمنین، با مسلمان ها اینطوری تا می کنه، اینطوری برخورد می کنه، این از اسلام خارج شده. بله. آقا امام حسین علیه السلام فرمودند اما نحن انقدرنا علیکم، اما اگر یه روزی به دست ما برسه چون شما با این کاراتون از اسلام خارج شدید، لما صلینا علیکم ولما دفناکم، چون شما دیگه جایگاهی از اسلام ندارید، اما اگر نوبت به ما برسه ما اصلا شما رو لیاقت این نمیدونیم که خاک بسپاریم، نه نماز بخونیم، نه نماز بخونیم، شما رو خاک سپاری کنیم، چون از اسلام خارج شدید. کسی که حجر مظلوم رو به شهادت میرسونه آیا مستحق نمازه؟ از اسلام خارج شده. در حقیقت آقا امام حسین علیه السلام با این کلام به معاویه میفهمونن که تو از دین خارج، از دین خارج شدی. این پیام و این کلام رو در طول تاریخ برای مردم به ارمغان میگذارن که این مردم بدانید که معاویه دیگر مسلمان نیست. مردم دیدید که معاویه با بر شما مخفی نیست که معاویه مشغول چه کاری هست. و انی اريد ان اسالكم عن شيء فان صدقت فصدقون، یه چیزی بخوام از شما بپرسم، اگر من راست گفتم شما بگید درست گفتی، راست گفتی، تصدیق کنید.
و ان کذبت فکذبونی، اگرم دارن ولایاذ بالله دروغ میگن بگید آقا ابن رسول الله درست نیست، سخنتان درست نیست. اسالکم بحق الله علیکم وحق رسول الله حق قرابتی من نبیکم لما سترتم مقامی هذا و وصفتم مقالتی و دعوتم اجمعین. شما رو میپرسم، به خدا قسم میدم، به رسول خدا قسم میدم، به اون جایگاهی که من از رسول خدا و نوه پیغمبر هستم شما رو قسم میدم، اگر راست گفتم که بگید، اگر دروغ گفتم بگید دروغه، و این رو برگشتید به اهل و شهر و محله خودتون و شهرهای خودتون به مردم ابلاغ کنید، بازگو کنید، بازگو کنید چی رو؟ مقامات و فضائل امیر المؤمنین علیه السلام تا میرسد به ماجرای غدیر که آقا رسول خدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز غدیر آقا امیر المؤمنین علیه السلام رو به ولایت و جانشینی خودش نصب فرمودن. این هم یک جا که آقا سید شهدا علیه السلام این گونه تأکید دارن در جمع همچه افرادی، سرشناسان مسلمان ها جمع شدن در جمع اینا دارن سخن میگن. یک چیزی هم که باز نسبت داره به آقا سید شهدا علیه السلام، حالا این سخنان فراوانتر از این حرف هاست و بیش از این کلماته که بتونیم در یک جلسه جمعش کنیم، اما میخوام ماجرای کربلا و آن چه سبب شد آقا سید شهدا علیه السلام در کربلا اینجا شهید بشن و اینجا مدفن حضرت بشود مظلومانه بین دو نهر آب، ماجرای انکار روز غدیر، آن چیزی که سبب شد حضرت رو با اهل بیتش با اصحاب و انصارش به این کیفیت به شهادت برسانند، ماجرای غصب روز غدیر و حق امیر المؤمنین علیه السلام. اگر نبود اون روزی که مردم منکر شدن ماجرای غدیر رو، حق امیر المؤمنین علیه السلام، منجر نمیشد ماجرا به روز عاشورا و شهادت حضرت. دقیقا همین بود. لذا دارد روز عاشورا که آقا امام حسین علیه السلام، اینو هم ینابیع الموده قندوزی و غیره نقل کردن، از عامه هست، از ما شیعیان نیست و غیره ایشان نقل کردن، شیعیان هم دارن، که دارد روز امام حسین روز عاشورا، فرمودن علامت حاربونی و تقاتلوننی، برای چی با من می جنگید؟ لسنت بدلتها لبدعت، کاری کردم سنت های پیغمبر رو گذاشتم کنار، بدعتی ایجاد کردم، حلالی را حرام کردم، حرامی را حلال کردم، برای چه با من حسین ابن علی می جنگید؟ با من سبت پیغمبر اکرم، نوه پیغمبر اکرم می جنگید؟ یک کلمه بیشتر جواب ندادن، گفتن بغضن به نال ابیک، ما تحمل نداریم ببینیم پدرت علی ابن ابی طالبه، چون پدرت علی ابن ابی طالبه، چون پیغمبر پدرت علی ابن ابی طالب رو در روز غدیر خلیفه کرد و جانشین کرد، ما تحمل نداریم و تو رو میکشیم، و چون تو پسر امیرالمومنین فرزند همون ابی طالب هستی پس تو رو میکشیم، تو رو میکشیم. اون مظلومیت حضرت منجر شد به اینجا، اون انکار روز غدیر، بغض و دشمنی نسبت به تمام شؤونات امیرالمومنین، نسبت به اینکه داماد پیغمبر، نسبت به اینکه اشجاع و شجعانه، نسبت به اینکه حضرت در روز غدیر نصب شدن، نسبت به اینکه حضرت برادر پیغمبر منزلت هارون از موسی داره، تمام شؤونات حضرت رو دشمنی میکردن از جمله روز غدیر، بغضا من نال ابیک، منجر شد به ماجرای کربلا و شهادت حضرت. وقتی امام حسین علیه السلام این سخنان رو از اینا شنید، شمشیرشون رو کشیدن، در آخرین لحظات تمام یاران شهید شده بودن، شمشیرشون رو کشیدن رفتن به میدان جنگ و جنگیدن و این ابیات شعری رو فرمودند و بازگو کردن مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام. خیرت الله من الخلق ابی ثم امی فانا ابن الخیرتین، بهترین مردم از خلق خدا پدرم امیر المؤمنین و مادرم حضرت زهرا هستند. امیر المؤمنین که به پیغمبر ایمان آورد در حالی که غلامی بیش نبود، فرزند یک نوجوانی بیش نبود، فرزند کوچکی بود. عبد الله غلاما یافعا و قریش یعبدون الصنمین، قریش ذکر کردیم در شب‌های گذشته اداوتش با امیرالمؤمنین علیه السلام، در حالی که پدرم امیرالمؤمنین عبادت خداوند متعال می‌کرد، در همون حال قریش عبادت اصنام می‌کردن، بت پرست بودند. یعبدون اللات والعزى معا وابي قام فصلى القبلتين،
در حالی که پدرم به دو قبله به دو جهت نماز خواند، دو قبله مسلمان ها نماز خواند، همون لحظات اون کسانی که دم از خلافت و دم از مسلمانی میزدن اینا مشغول عبادت بت‌ها بودن تا ابیات فراوانه. غرض اینه که ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام نشأت میگیره از روز قدیر، قدیر و غصب روز قدیر. لذا دارد که آقا امام حسین علیه السلام، چقدر وقت داریم حاجی؟ 4 دقیقه. خب ان شاء الله بتونیم جمعش کنیم. لذا دارد آقا سید شهدا علیه السلام وقتی که در لحظات آخر خونشان جاری شد، سنگ به پیشانی حضرت زدند، خون بر محاسن و صورت حضرت جاری شد، دارد که حضرت دستشون گرفتن به خون آغشته کردن، به محاسنشون کشیدن، فرمودن ها کذا القا جدی رسول الله، این گونه به جدم ملاقات میکنم و عرضه میدم یا رسول الله قتلنی فلان و فلان، اولی و دومی منو کشتن. کی کشتن؟ همان روزی که قدیر رو غصب کردن. یا رسول الله قتلنی فلان و فلان و انا مخضوب بدمی، در حالی که من آغشته و خضاب کننده به خون خودم هستم. لذا دارد حضرت زینب سلام الله علیها، شب مصیبت هم هست حقیقتا، باید بله. مصیبت اهل بیت رو بخوانیم. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که حمله کردن به خیمه های ابی عبدالله علیه السلام، چادر زدن، چادرهای و خیمه های حضرت آتش زدن، حضرت رو سر بریدن، شهید کردن، فرمودن به ابی من عسکره یوم الاثنین نهبا، جانم فدای برادرم آن کسی که لشکرش کی از هم گسست، کی لشکرش رو از هم گسستوندن و نابود کردن، کی امام حسین رو شهید کردن، همان روز دوشنبه، همان روزی که رفتن در سقیفه و جمع شدن و حق امیر المؤمنین و روز قدیر رو منکر شدن، امام حسین همون روز شهید شد. الله. لذا داریم در روز در زیارت عاشورا زیاد میخوانیم این فقرات در زیارت امام حسین علیه السلام هست. فلعن الله امه اسست اساس الظلم والجور عليكم اهل البيت، اون اساس و بنیان ظلم و جوری که بر اهل بیت رو کسانی انجام دادن، خداوند متعال اونا رو لعنت کند. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا. اینا رو حضرت در زیارت عاشورا میبینیم که به این کیفیت خداوند متعال هم در زیارت عاشورا به نقل امام باقر علیه السلام دارد اون اساس و بنیانگر شهادت امام حسین علیه السلام رو خداوند متعال لعنت کند که منجر شد به شهادت آقا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. احسنت آقا، خیلی ممنون و متشکرم. حقیقتا امشب شب عرفه و شب بسیار ارزشمندی هست و بیان ذکر مصیبت آقا امام حسین علیه السلام بی ارتباط با امشب نیست و اصلا هر آن چه که می‌خواهیم در مورد عرفه صحبت بکنیم باید بیام راجع به آقای امام حسین صحبت کنیم، هر آنجا در مورد قدیر می‌خوایم صحبت کنیم باید بیام راجع به آقای امام حسین صحبت بکنیم، چون اینا همه به هم ارتباط داره. من در این یک دقیقه پایانی فقط و فقط چون می‌دونم الان دل همه شما عزیزان، شما بینندگان عزیزتر از جان الان کربلاست و دوست دارید که بین این خیلی عظیم جمعیت در اطراف حرم آقای امام حسین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام باشید. قول میدم نایب زیاره شما عزیزان هستیم انشاءالله در کنار حرم آقا امام حسین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. شما هم ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید و دعا میکنیم انشاءالله سال آینده روز عرفه همه شما مهمون آقا امام حسین باشید. موفق باشید. التماس دعا و یا علی حاجا احسان سلام. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من.